درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در شهر قندوز هنوز ادامه دارد و تعداد باشنده های این شهر میگویند در میان این درگیری ها گیر ماندند. آنان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفتند با کمبود جدی مواد خوراکی و ادویه روبرویند. این باشنده های قندوز میگویند اگر وضعیت به این شکل ادامه یابد تا چند روز دیگر فاجعه انسانی رخ خواهد داد. این باشنده های شهر قندوز در حال از موجودیت مشکلات و بی‌ثباتی در این شهر حرف میزنند که کمیته جهانی صلیب سرخ از وضعیت نابسامان باشنده های قندوز ابراز نگرانی کرده است. قبل از این یونما یا دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که به اساس معلومات ابتدایی در درگیری های اخیر در شهر قندوز بیش از 100 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. شهر قندوز روز دوشنبه بعد تصرف طالبان درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت این شهر را تحت کنترل درآورده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز جریان دارد. افضل‌امان رئیس اپراسیون این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت ثبات کلی هنوز در این شهر تامین نشده، اما تلاش‌ها به این هدف جریان دارند. شماری از باشنده های ولایت قندوز میگویند اگر حکومت برای سرکوب مخالفان مسلح در این ولایت از جدیت کامل کار نگیرد، دیری نخواهد گذشت که ولایت های همجوار قندوز نیز شاهد فعالیت های بیشتر مخالفان مسلح خواهد بود.